شما به سرخط اخبار فرانیوز در روز چهارشنبه 11 مرداد ماه 1402 گوش می دهید. انتقال متهمان پرونده موسوم به شهرک اکباتان به زندان قزل‌حصار. ترامپ به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 متهم شد. پس از اعلام عفو نمایشی، میثم دهبانزاده به 6 سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم شد. دادگاهی در کانادا سرنگونی پرواز اوکراینی را تروریستی خواند. محکومیت جمهوری اسلامی به پرداخت 10 میلیون دلار غرامت. دادستان شیراز، مدیر باغ نارنجستان در پی درگیری با آمر به معروف بازداشت شد. ادعای دادگستری استان قزوین، شناسایی 123 بی‌حجاب با سیستم‌های هوشمند. حمله پهبادی روسیه به تأسیسات ذخیره‌سازی غلات در اودسا. آمریکا، نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی بررسی شود. قطع بودجه رصدخانه مهاجرت ایران به دلیل انتشار گزارشی از افزایش تمایل ایرانیان به مهاجرت. هشدار جمهوری خواهان درباره نفوذ جمهوری اسلامی در نهادهای مذهبی آمریکا. عدم تایید فعالیت مالی آخوندی در کمپین تروریستی شناختن سپاه از سوی شورای همبستگی آزادی برای ایران. نماینده پارلمان آلمان خواستار آزادی جمشید حسن‌زهی شد. تبسم جمالپور با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد. سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد احتمال تعطیلی مجدد ادارات به دلیل گرما. آماده باش مراکز درمانی برای پذیرش بیماران گرمازده. انتشار میثاق حق زندگی توسط 15 تشکل سیاسی برای دوره سرنگونی جمهوری اسلامی. طالبان 13 تانکر بنزین بیکفیت ایران را برگرداند. رایزنی بغداد با مسقط برای انتقال بدهی گازی ایران به عمان. طالبان فقط 15 میلیون لیتر آب به جای 850 میلیون لیتر به سمت ایران رها کرده است. اندیشکده سازمان ملل معضل ورشکستگی آبی و برقی ایران با تعطیلی رفع نمی شود. حمایت بانوان کنشگر و زندانیان سیاسی از 2 زندانی بهایی. کارزاری با صدها هزار امضا برای آزادی گردشگر فرانسوی زندانی در ایران.